عمران که گفته بود من بچه جوادی هستم باور نداشت. ما بچه های کوچه فریاد تاریخ را به شعر نشاندیم. وقتی در شام شهرمان خورشید از محله ما سر زد، ما بچه های خوب امیریه، شاپور و خانیاباد، ما بچه های کوچه قندی، آنجا که امقلی یک باغ مهربانی را هر صبح روی اذان مسجد می ریخ. وقتی که باز می آمد با یک بغل مدال تختی، امید بودن ما بود. با قامتی بلندتر از شب و دست های گرم نوازشگر در کوچه های گم شده ما فانوس عشق در دستش می آمد. آنجا که زندگی با بانگ گامهایش مأنوس بود، ما بچه های نسل شکست با اعتبار نامش رویای روز پیروزی را ترسیم کرده بودیم. با نام او ما هر کدام یلی بودیم. وقتی که پشت دشمن را بر خاک سرد میکوبید، تختی یله همیشه آوازهای ما، شاهین پرکشیده پروازهای ما. تختی سپیده بود، سحر بود، تختی برای مهدی و بهرام بی پدر امید بود، پدر بود. وقتی که در تمامی آن شهر شب زده، حتی صف در صف ندامت عیاران تواب می شدند، وقتی یک مرد، حتی یک مرد نه نمی گفت و خیلی جان نثاران خاک ادب به چشم کشیده بوزینه های مجلس بزم و طرب شدند، تنها صدای او از کوچه جوانمردی تا بام هوشیاری ما می آمد. معنای عشق را فهمیدیم و در نگاه او رویای در سپید شکفتن را دیدیم. ما بچه های کوچه تختی، وقتی که پهلوان از کوچه پرکشید، وقتی که ناگهان جام سیاه مرگ و جدائی را لا جرعه سرکشید، نام معطرش را با جان خود نوشتیم. نام معطرش در شهر ما رهاست. نام معطرش در شهر ما رهاست. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 8 ژانویه، چه سری سال نو، و 18 دی ماه. به شما سلام. 46 سال تختی پر کشید و یاد و نام و حماسه او برای ما خیلی بیدار و زنده است. یادم هست وقتی تختی رفت، حالا ما هم گروهی شدیم از دانشکده، رفتیم سر خاک و بعد اونجا کسانی که از جبهه ملی آمده بودن حرفایی زدن، هیجان انگیز شدیم، ریختیم بیرون، شوق و شعار و غیره دستگیرم شد. و یادم هست که استوار ساقی توی قزلقله میگفت شمایی که دلشو نداشتین غلط کردین، تودهی شدین. برای او همه تودهی بود، ولی چه آدم نازنینی بود. یه دختر فلج داشت و عجیب بود این استوار ساقی چقدر مثلا به زندیات داریوش فروهر احترام میگذاشت. باری در مقام یک روزنامه‌نگار جوان، سال اول دانشکده حقوق بودم، رفتم گزارش تهیه کردم برای مجله فردوسی و عجیب بود. به هتل رفتیم و با خانوادش دیدار کردم. چقدر شایع بود سواک کشتتش، نمیدونم شکمش رو جر داده، ولی هیچ کدوم نرم. شما عکس‌ها رو که نگاه بکنید از ابتدای زندگی تختی، از همون زمانی که چراغ روشن مردمی شد که پر از درد و پر از حسرت بوده. خاله‌ای داشتم من، خدا رحمتش کنه، نازنین خاله‌ای من
عروس حاج کاظم نماینده بود. حاج کاظم نماینده هم مثل عموی مادرم حاج باغمیز باقر چیتگر که در کوچه شترداران خب یلی بود و مردی و دسته هایی که خونش اومد، حاج کاظم نماینده هم خیلی آدم سرشناسی بود و در خالیاباد میشست. ما امیریه بودیم اون خالیاباد و تختی همونجا بود، مسجد قندی. و حاج کاظم هم که میمد همیشه 10-15 نفر دنبالش میومده و تختی برای مردم نقطه اتکا بود، امید بود. نگاه که بهش میکردن همیشه تو جیبش یه دسته 5 تومانی 10 تومانی داشت. وقتی وارد محله میشد مستمندا رو میدونست کیان، سراغشون میرفت. مرد بودن روبوسی میکرد، زن بودن احوال پرسی میکرد، مادر چطوری، خواهر چطوری، و یه چیزی میداد. و این آخری ها خیلی دستش خالی شده بود، شاید یکی از دلایلی که رفت همین بود، فشار براش خیلی زیاد بود. به هر روی نامش همیشه برای ما خواهد بود. مرحوم آل احمد در اون جنگ ویژه‌ای که در آرش منتشر شد، گفت، نوشته بود که بله، خبر را ساعدی داد، گفت صمد افتاده است توی عرس، عرق شنیدم. این آخری ها شنیده بودیم که فلانی توی دوا افتاد و توی عرق و چاه ویل مزدوری. بعد از صمد میزد به تختی و شب تشییع جنازه‌ش و بعدش هم که شب هفتش میگفت جهان پهلوانی که نفس خود ساخته ای تن یا همچیزی که به قدرت مسلط زمانه نگفت، نه نامجو شد، نه شعبان و نه حبیبی، مگر ممکن است خودکشی کرده باشه؟ همین شک و انداخت تموم شد و همه دیگه از این حرفا میزن. باری یاد و نامش گرامی، بابک عزیزم، فرزندش که دیدمش در لندن و چه جوان رشیدی شد و اتفاقا همسر نویسنده گرانقدر، نویسنده جنوبی بوشهری، منیرو روانی پور است که فرزندی هم داره، ولی خودش ماشاءالله مثل پدر خوش قیافه، قد بلند. آمد اینجا خانم ابتهاج هم لطف کردن و یه مراسم در بزرگداشت یاد و نام پدر و خودش برپا شد که بنده هم رفتم اونجا، همین شعری رو که خوندم اونجا خوندم و چند کلامی صحبت کرد. اما قبل از ورود به سیاست و بحث کردن، میخوام صحبتی بکنم راجع به فیلم گذشته اصغر فرهادی، فیلمی که به اسکار راه پیدا نکرد ولی الان در گولدن گلوب جزو فیلم‌های برجسته است. خیلی خوشحال شدم، چقدر آدم های نازنین اون تو هستن. آدم وقتی نگاه میکنه تو این فیلم چهره های ایرانی که توش هستن، آدم خوشش میاد. این نسل جوان ما اونجا تجلی داره، هست، حضور داره. میگم بله، مثلا علی مصفا رو آدم اینجا میبینه، بعد میگه خدایا این علی مصفا اگه هست، اینا اگه هستن، اینا که بعد آدم میبینه تو ایران کنار آقای جک استرو روبروش نشستن، اینا از کجا اومدن؟ من بچه های فیلم های ایران رو میبینم، همشون ماشاءالله نماینده نسل جوان، خوش قیافه، زن و مرد، دختر و پسر. ای کاش این دولت مردم دو تا اقلا آدم میرفتن به انتخاب میکنن که آدم وحشت نکنه. آقای جک استرو رفته تهران، خیلی هم دلش میخواست بره تهران، نگاه کنید روبروش کیا نشستن. این آقای لورد لامونت، نورمن لامونت، که یه موقع خزانه دار بود و نفر دوم و قرارم بود جزء کسایی که باید رهبر حزب میشد، حالا نشد. مثل همون نورمن تبیت که اونم بعد از انفجار در برایتون وقتی کنفرانس حزبی بود خیلی بدجور همسرش وحشتناک مجروح شد و خودش از گود رفت کنار. تا آخرم وفادار به تاچر بود ولی لامون نه. به هر حال من نگاه میکنم اینا رو روبروی نمایندگان مجلس نشستن. تو خدا خودتون به عکس نگاه کنید که اینا میزبان هیئت پارلمان. البته آقای جک استرو عشق میکنه اون اصلا در میانه این چند بیشتر نگاه کنید، اینا نمایندگان مجلس ملت ایران، پارلمان ایرانه. با آدم اینا رو میبینه، بعد فیلم اصغر فرهادی رو میبینه، فیلم های دیگر رو میبینه، بچه های دیگر رو تو ایران میبینه.
خدایا زین معما پرده بردارید، نه کجا اومده اینا کیان. برحال آقای جک استیوارت رفت سفری که بعد از سفر وزیر خارجه ایتالیا و هیئت پارلمانی اروپا بود. سر هیئت پارلمانی اروپا چون با خانم نسرین ستوده وکیل مبارز دیدار کردند و با جعفر پناهی داد و بیداد اعوان انصار ولایت در اومد. بعضی ها فکر میکنن که مثلا روزنامه یال سارات الحسین رو بستن معلوم خوشحال میشه. نه، بستن روزنامه یعنی یه دریچه برای آگاهی رو بستن. یال سارات باید باشه تا ما بدانیم این جانورا چجوری فکر میکنن. باید باشه که آدم اونجا بره ببینه بعضی از این نمایندگان مجلس بی سواد مطلق حرف زدنشونه که ببینید. نماینده که بیاد بگه آمریکایی سیاستمدارشون همه مثل سگ شدن. منم دیدم اینا خودشون تو آینه نمیبینن. حاج محتشم مثلا اون وقت که بود خودشو نگاه نمیکرد. مسعود دهنمکی خودشو نمیبینه. یادم بعد از قطعی زنجیره‌ای همون موقع که من دنبال این جریان بودم و هر روزی خبری به دستم میمد و مینوشتم، مسعود دهنمکی اومده و گفت تو بله ما تحقیق کردیم فهمیدیم که این اسرائیلیای نابکار داریوش فروهر رو کشتن. حسین شریعت مداری بازجوی سابق و لاحق وزارت اطلاعات هم همین داره میشه. بله اینا رقابت‌های درون گروهی بوده. خودش بعد میشه حزب چهار نفره ملت ایران بعد که داریوش و پروانه رو اونجور ناجوان مردانه کشته بودن مینوشت که درون گروهی با هم. بعد رسون به افغان‌ها. از اون رفتم به ترکا. برای اینا اوجلان کرتا بودن، طرفداران اوجلان، چون فروهر خیلی با اونا نزدیک بود. بعد یه بار دیگه هم باز نوشت که ایهان که نخیر آقا اینجوری نیست، اسرائیل به ترکیه خیلی نزدیک شده، صهیونیستا کشتنش. و اینا واقعا بله یا مخالفین اوجلان کشتنشون و اینا واقعا شرم نمی کنن حرمت قلم رو. یه چیز دیگه هم جالب بهتون بگم. توی جریان قطعی زنجیره‌ای 2500 مطلب نوشته شد و گفته شد و غیره. اصلا برای من مهم نیست ولی هیچ کدوم من نمیده بگم. یه آدم به نام علیرضا نوری‌زاده بود که اصلا کسی نمیدونه سعید امامی خوردنیه یا بردنی، اومد عکسش رو چاپ کرد که مثل بم صدا کرد اون وقت، ولی کسی که نمیدونست و اسمشو کسی اسم سعید امامی یا اسلامی رو نمیدونست. من اولین بار بود که اینو چاپ کردم، هم توی سایتم، تو روزنامه کیهان، تو از شرق الوسط و گزارش مفصل نوشتم راجبش کیه چیه. و بعد فیلم سخنرانیش در همدان رو آوردم و در یک سلسله سخنرانی‌هایی که 5-6 ماه طول کشید دور دنیا، تمام اروپا رفتم، کانادا رفتم، آمریکا رفتم، چندین ایالت، و این فیلم رو پخش کردم و سعید امامی رو معرفی کردم. بعدم که 4 جلد کتابام در اومد درباره قطعه زنجیره. به هر حال دوستان همیشه عادت دارن اگر کسی کاری کرد خب میگه، نمیگیم بعد فراموش میشه دیگه، روشو میپوشه. مهم نیست، صفحه مخصوص قطعه زنجیره فلان میذارن. بعد حسن علی جعفر که یه بار عدسه کرده راجع به قطعه زنجیره‌ای on the top of the list، ولی نه اشاره‌ای به گنجی هست که در ایران پیگیر این کار بود و نه به بنده که اینجا دنبالش بود. مهم نیست، اینا اتفاق میفته. بله بریم حالا سراغ میدان سیاست. اول بریم یه سری بزنیم به عراق و سوریه. اتفاقی که افتاد، ائتلاف اپوزیسیون و معارضان و مخالفان بشار اسد در ترکیه جلسه کرد و دوباره آقای جعبار رو به ریاست انتخاب کرد. بسیار خوب شد. نخست وزیر قبلی سوریه که زد بیرون استعفا داد، او هم نامزد شده بود ولی تعداد آراش کمتر از آقای جعبار بود. و افرادی هم که مثلا خیلی جالب بود برای من که آقای بشار نماینده کردها وارد ائتلاف و هیئت مدیره ائتلاف شد و کردها خیلی کار درستی انجام دادن، چون این از نگرانی های نیروهای دیگه میکاهد. اخوان المسلمین که در اونجا صندلی های زیادی داشتن فشرده شدن، کمتر شد. شکستشون در مصر و تونس که الان راجع به صحبت خواهم کرد خیلی کمک میکنه به اینکه باد این اسلامی ها بخوابه و اسلام ناب محمدی در دو وجه بن لادنی سلفی
ریشدار و کرواتی و وجه ولایت فقیهی برای دنیا روشن بشه که اینا هدفشون همه یکی. حالا راجع به تونس خواهم گفت. بازگرداندن انسانهای معاصر به دوران عصر حجر، به دوران قارنشینی و تو سرشون زدن. داشتم میخوندم بعضی از این تراوشات آقا تهرانی رو. بله آقا اینا چی دارم میگم برابری انسان ها؟ همون حرفای شیخ فضل‌الله نوری. من عالم با مشلسن بقال یکی هم. اینا طبیعیون و دهریون هستن که میخوان بگن ارمنی با من فرقی نداره، با من مشتهد نه فرقی نداره، از تو هم آدم تره، همیشه آدم تره، برای اینکه تو آدمی با یه من و دو من عمامه مفت میخوری، مفت راست میدی، در عمرت یک قدم بر نداشتی برای مردم، یه کار خوب نکردی. البته استثناء بزرگواری مثل استاد سرفرازی رو میشنوم این برون ور که خودش میره زمینش رو میکارد، درسش رو میده. آقای محقق داماد استاد درس میده. آقا رضی تهرانی صدها شاگرد تربیت کرده، فلسفه میدونه، دانش داره، ادبیات میدونه. اینا فرق دارن با این مفخورایی که تو قم و تهران این ور اونور نشستن. مفخور مفخور، دست آقا رو ببوس، کیسه رو بذار زیر دوشک، مفخور. به هر روی این گروه داعش دولت العراق و شام الاسلامیه، عراق و شام هم یکی کردن با سوریه، دولت اسلامی، در چند نقطه در سوریه اینا رو بیرون کردن، زدنشون، کشتن، دستگیرشون کردن. گروه های دیگه ای که بودن، احرار شام و گروه همین نصرت که خودش هم یه جانوریست مثل این، حالا یه خود کمتر آدم خاره، با خاصو شنگال آدم میخوره، اینو با مش میخوردن. تعداد زیادی جنازه بی سر پیدا کردن، از جمله بچه 7 ساله. معلوم شد داعش کشتتشون. یه دم زندانی داشت، گروگان داشت، یه کشیش ایتالیایی که تمام عمرش در سوریه بود. بخشی از اینا رو اینا اعدام کردن قبل از اینکه از اون پادگان بیان بیرون و تسلیم بشن. یه همچی جانورانی وقت از اون بعد تو عراق که به اعتقاد من پشت این یک توطئه من می‌بینم، به نوعی آمریکا رو واداشتن که از آقای مالکی حمایت بکنه در عراق. چطور شد؟ ارتش عراق رفت چادرها رو برچید، مردم بیگناه رو زد و کشت و بست، اما بعد از شهر اومد بیرون. خیلی جالبه، از رمادی اومد بیرون، از فلوجه اومد بیرون که داعش برن اون تو، و حالا دارن مردم دارن میجنگن، اشاعره دارن میجنگن، بعضی خیلی عجیب غریب. و فیلمی هم داریم از اون منطقه که امیدوارم الان آماده باشه ببینید که چگونه اینا با وحشیگری چه کارایی میکنن. قیافه ها رو نگاهید. حالا این آقازاده که اینجا مشاهده میکنید، ایشون یکی از فرانسوی هایی هستن که ابو عبدالله الفرانسی اسم خودش، جان دانیل با داداشش. این آقا پاشده رفته تو سوریه با همین داعش پیوسته، الان هم داره سخنرانی میکنه. این جانورا واقعا دیدنی هن. اسلام که میارن وجه قبیح رو میگیرن، آدم کشی و سربریدن. مثل آدم نیستن که آدم بگه اینا اومدن تعلیمات و آموزه های الهی و آموزه های خردمندانه رو بین مردم پخش کنه. نه، چاقو برمیدن سر میبرن. اینا فرقی با آقای عالی خانی که ندارن، اونم سر برید، سینه برید. فرقی با آقای موسوی نژاد و سعید امامی و بقیه شون و اینا که ندارن. فرقی با جواد آزاده که ندارن. اینا میرن سر میبرن، وحشی ترن، یه خورده وحشی تر بیشترن. سلفی ها گند بزنه به هرچی این اسلام ناب انقلابی محمدی بن لادنی و کرواتی و همه نوعش باشه، مردم دینشونو داشتن، اعتقاداتشونو داشتن، اینا اومدن با این گندکاری ها تمام اعتقادات مردم رو سوس کردن. مردم یارو وقتی نگاه میکنه میگه آقا اسلام اینه، این میگه من دارم اسلام رو تطبیق میدم. محسنی اجری دزد درجه اول قهار، این میگه من دارم اسلام رو تطبیق میدم. علی آقا شوفه رو میفرسته سراغ پولدارا. شما بدونید الان محسنی اژه‌ای تو زندان چی خواهد گرفت از بابک زنجانی؟ خدا میدونه. علی آقا شوفه رو میفرسته جلو،
مگه برادران افراشته رو به خاک سیاه نشون؟ همین آقای اژه‌ای که میاد به مطبوعات حمله میکنه. چرا؟ چون مطبوعات آزاد گریبانش رو میگیرن. در یک جامعه دموکراتیک مطبوعات اجازه نمیدن فساد انباشته بشه، اجازه نمیدن یک آدم فاسدی مثل محسنی اژه‌ای در مقام دادستان باشه، یا آدم کشی مثل مصطفی پور محمدی در مقام وزیر دادگستری باشه. محاله در یک جامعه آزاد بگذارن. ولی در یک جامعه سرکوب شده، استبداد زده، در اون جامعه اون وقت استبداد دینی هم باشه، معلومه اینو نمیتونن، نمیتونه مطبوعات نمیتونن دنبالشون کنه، میکشنشون. خیلی از مطبوعاتی های ما که جان باختن در طول این سالها، برای چی جان باختن؟ حقیقت رو میخواستن بگن. و اینا برای من خیلی دردناکه وقتی مشاهده میکنم چنین آدم هایی مثل محسنی اژه‌ای، اینا وقتی میدون دار میشن خدا میدونه چه خبره. به هر حال آقای ابو عبدالله فرانسی، جان دانیل اخویشون هم بردن اونجا و افتخارشون هم اینه که با داعش زیر پرچم القاعده داعش دارن سر میبرن. و همونطور که بهتون گفتم جالب، مثلا جبهه نصرت، احرار شام، اینا هم طرفدار القاعدن، اینا هم یه مجموعه دیگه هستن، حالا خودشون به جون هم افتادن. جهان به اینا مقبولیت نمیده و همه رو من گناهش رو متوجه آقای اوباما میدونم. سستی که در مورد سوریه کرد آقای جان کری میاد، بله. حالا جمهوری اسلامی هم اگر دعوت نشه تو حاشیه بیاد. خانم افخم هم گفت این توهینه به ما، ما نمیاد. چی میخوان؟ صندلی بزرگ رو بهشون دن؟ بفرمایید، چون شما در کشتار مردم سوریه نقش داشتید، چون در نابود کردن 150 هزار نفر شما حضور مستقیم داشتید، حزب اللهتون، اصحاب اهل حقتون، حزب الله عراقتون، حوثی‌های یمنتون، شیعیان وابسته به آصف محسنی افغانستانتون، چون این کارا رو شما کردید، بفهمید اون بالا بنشینید. خب اسد جانم نوازش بدید، اگه میخواید نگرش داریم باشه، ما نگرش میداریم. آقای جان کری باید میگفت جمهوری اسلامی جزئی از اصل درده، بنابراین نمیتونه طبیب بشه، خودش ویروسه، ویروس که نمیتونه خودش خوب بکنه، پاد زهر میخواد، ضد ویروس میخواد، آنتی وایروس میخواد، مثل کامپیوتر که میزنی. ائتلاف رو باید حمایت کرد، ارتش آزاد رو حمایت کرد، این همه شخصیت برجسته تو ائتلاف هست، این همه آدم های حسابی تو ائتلاف هستن، اینها رو باید حمایت کرد، نه اینکه آمریکا بیاد تازه الان بخواد با جمهوری اسلامی لاس بزنه سر سوریه. این عملی نیست. و خیلی هم جالب این خبرهایی که توی مطبوعاتشون میخونیم، اختلاف نظر شدید بین آمریکا و عربستان بر سر سوریه. حالا درنگ کوتاهی میکنیم، بعد من میام راجع به اینا توضیح بیشتری خواهم داد. با ما باش. میگم دوست دارم، فاصله مرگه، تو میگی دل یاد روزهای قشنگه، من میگم از تو فقط خاطر مونده، تو میگی زمان از ما رو رونده. از تو فقط اشاره، ایران از من یه قلب پاره، ایران از تو فقط اشاره، ایران از من یه قلب پاره.
که لطف خدایی. چرا مرسی خانم هنگامه با این ترانه زیبا برای ایران، برای ایران خانم مادرمون. شماره 49 مجله آینه جهان به دستم رسیده با تصویری از یک هموطن بهایی که ناجوان مردانه به قتل رسید و آیت الله معصومی تهرانی گفته که حقوق شهروندی بهاییان در ایران باید رعایت بشه. مرحوم آیت الله منتظری هم این کار بزرگ رو کرد. عطاءالله رضوانی چهره شناخته شده در بندر عباس بود، آدمی که بسیار به هموطنانش کمک میکرد، آدمی که در آموزش مردم نقش داشت، بچه ها جوان. و بعد آقای آیت الله عطاءالله رضوانی مطابق آنچه در مجله آمده گفته، بنده امیدوارم روزی در این کشور زن، مرد، شیعه، سنی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهایی و حتی خدا ناباوران از حقوق یکسان و کرامتی همسر برخوردار باشند. اما جانوری به نام نعیم آبادی امام جمعه و نماینده علی خامنه ای در بندر عباس مردم رو تحریک میکنه که برید و این بهایی ها رو بگیرید و نابودشون کنید. صفحه‌ای به نسرین ستوده و آزادیش از زندان اختصاص یافته. مطلب جالبی درباره هوشمند فتح اعظم، شاعری که شعرهای بسیار زیبا میگفت و نبود جای من این تنگنای وحشت و ظلمت، هزار شکر که از این قفس پریدم و رفتم. مطلب دیگر باز از هوشنگ فتح اعظم درباره دخالت پیشوایان دین در امور سیاسی و مملکت داریم. مقاله ای از آقای پرویز قاضی سعید درباره دهکده جهانی و نظم نوین آن. گفتگوی میزگردی و سوء تفاهم برانداز علیرضا میبودی نازنین همکار عزیز ما. نزاع جدید طبقاتی در پهنه جهان دکتر شاپور راسخ و مطالب دیگری که به هر حال ویژگی خاصی به این شماره خواندنی این نشریه داده. و بنابراین ضمن درود به بهرام چوبینم مطلب جالبی داره.
ضمن درود به دکتر حشمت شهریاری و همکارانش، امیدوارم که هر روز این مجله پربارتر به دست ما برسه. گمان میکنم از طریق اینترنت هم بتونید به شماره های گذشته این مجله دسترسی پیدا کنید. دکتر ناصر انقطاع هم هست، دکتر فریدون رحیمی، محمود شیخ، دکتر محمود شیخ ماه مهر گلستانه که بانوی نازنینه که من باش گفتگو هم کردم، حالا یه روزی میخوام این فیلم درست بشه که بتونیم پخشش کنیم، یک آرشیتکت درجه یک که آثار به جاماندنی در ایران گذاشته، از جمله هتل کوروش در شیراز اون طرف تخت جمشید. حالا آدمی خبرار میده خوشحال میشه و که ایرانی ها نشستن، چه در داخل ایران چه در بیرون. بریم سر مسائل سیاسی. اولا یک ماجرایی رو براتون بگم که قبلا بهش اشاره کردم و اون مسئله قانون اساسی جدید تونس. تونس در یک حرکتی که هیچ کس باور نمی کرد، جوانی دست فروش در اعتراض به کار پلیس خودکشی کرد و بعد مردم ریختن آقای بن علی فرار کرد و که چه داکومنتری زیبایی به صورت فیلم کانال عربیه درست کرده، من حالا بخوام ترجمهش بکنیم پخش کنیم، خیلی جالب بود. به هر روی اون آخرین ساعات حکومت بن علی که گرفتار بلند پروازی ها و هوسرانی های همسرش شد. اولش آدم درست حسابی بود، یه ژنرال وزیر داخلی، وزیر کشور بورقیبه بود، بعد که اومد همینجور روز به روز رفت به سوی فساد و آلودگی و غیره. در تونس جنبشی که اسمش اتجاه اسلامی بود، حرکت الاتجاه الاسلامیه، و بعد اسمش رو تغییر داد به حرکت نهضه، نهضت. رئیس این حرکت آقای راشد، شیخ راشد الغنوشی از اخوان المسلمین بود و در جریان آشوبهایی که در تونس رخ داد که حبیب بورقیبه نخست وزیر، فکر کنم و هادی نویره نخست وزیر بود گمان میکنه، به هر حال سفارت جمهوری اسلامی رو بستن و سفیر رو از تونس بیرون کردن. کنعانی بود که از فرماندهان سپاه بود، حسین کنعانی که بعد به لبنان هم رفت. سفارت هم بستن که اینجا جاسوس خانه است و تحریک میکنه. آقای قنوشی فرار کرد، فرار کرد و ظاهرا از طریق الجزایر رفت و بعد از جام اومد به لندن، پناهنده سیاسی شد. اینجا هم بود، گاهی هم همدیگر رو میدیدیم، جلساتی بود و غیره. جمهوری اسلامی هم شدیداً حمایتش میکرد. آیت الله سید هادی خسروشاهی که سفیر ایران در واتیکان بود، یکی دو تا کتابای قنوشی رو چاپ کرد و آقای قنوشی مدیون و مرهون عنایات جمهوری ولایت فقیه بود، همه جور بهش میرسیدن. وقتی این آدم برگشت به تونس، بعضیا برای او جامعه خمینی دوختن که انگار خمینی بازگشته، یه حالت رهبری براش گذاشتن. این آقای هاشم الحمدی، یکی از دوستان ما که تلویزیونی هم اینجا داره، هاشم الحمدی رفت و یه گروه جدید تشکیل داد، تعدادی هم از افرادش انتخاب شدن برای پارلمان، ولی بعد درگیر شد با نهضت به شدت، در حالی که خودش هم یه سابقه اسلامی داشت. به هر روی اینا فکر کردن تونس رو فتح کردن، گرفتن. الان میرن تونس رو میکنن امارت اسلامی تونس، آقای راشد القنوشی هم میشه آقای خمینی ولی فقیه سنی. بعدم اینکه مملکت دیگه خب یکی میشه دیگه، پایگاه اسلام عزیز. اما جامعه مدنی تونس گفت نه، برخلاف جامعه مدنی ما. آقای خمینی که مسلط شد شروع کرد آدم کشی، همه براش دست زدن. تنها گروهی که اعتراض کرد به بعضی از دستورات صادره، روز سوم انقلاب، سوم پیروزی آقای خمینی که هنوز توی مدرسه علوی بود، فدایان خلق بود که راه افتادن، پیاده روی ژاله اومدن تا اونجا جلوشون رو گرفتن. گروه های دیگه همه بهبه و چهچه کردن، دست زدن برای امام عزیز.
همشون برای کارهایی که میکرد. اما در تونس اینجوری نشد. آقای جبالی داماد آقای قنوشی شد نخست وزیر. بعد از قائد سبسی اومد شد نخست وزیر. و از همون اول خودش متوجه شد، کروات رو سفت کرد، ریش رو کوتاه کرد، دید مردم نمیپذیره، مردم ریشو نمیخوان، مردم این قیافه های از دنیا برگشته رو تحمل نمیکنن. اونم تونس، توریست تاپلس فرانسوی کنار دریا خوابیده، تو حمامات، توی کنار خود کارتاژ، در خود تونس، هر جا میرفتی چقدر زیبا. اون هتل ابو نواس مال کویتیا که اونجا ساخته بودن، بهشت اونجا آدم میره. خب درآمد توریست چی میشه؟ آقای قنوشی، این آقای قنوشی اولا دست از ولایت جمهوری ولایت فقیه برداشت، ریشو کوتاه کرد، قیافه ظاهر و صلاحی گرفت و اعلام که نه خیر، ما در تونس مشروب میفروشیم، این همین توریست خارجی مشروب میکن. اون تنگ نظری ها، بازی هایی که در ایران باعث شد صنعت توریسم در ایران بمیره، در تونس انجام نداد. به هیچ وجه خارجی میخواد به تاپلس بشه، باشه، به ما چه، گناهش رو خودش میکنه. و آقای قنوشی دوباره در میانه راه بعد از اینکه دامادش کنار رفت، نخست وزیر جدید اومد، دوباره خواست همین بازی ها رو دراره، این بار از طریق قانون اساسی اتحاد شغل، اتحادیه کارگری بزرگ تونس جلوش ایستاد، جامعه زنان تونس، زنانی که بورقیبه در دهه 50 بهشون آزادی داده بود. ایران و تونس تقریبا همزمان زنان صاحب حق رأی و انتخاب شدن بودند، تنها دو کشور در منطقه. و این زنان که در طول 40 سال دستاوردهای بزرگی 50 سال به دست آورده بودند، کوتاه نمی‌آمدند، ایستادند. جوانان دانشجو، روشن فکران، هرچی اسلامی ها اومدن عوامل خودشون آوردن به میدون، سلفی ها اومدن یگانه کنیسه تونس متعلق به یهودیان رو آتش زدن، آدم کشتن، توریست کشتن، از صحنه رانده شدن توسط خود مردم. و ناچار آقای قنوشی و یارانش تجدید نظر کردن، اسلام عزیز رو از بعد بن لادنی و ولایت فقیهی کشیدن بیرون. گفتن خب نگاه میکنیم با اردوگان، حزب عدالت توسعه است، میریم اونو الگو قرار میدیم، حزب مشابه اون درست کرده در تونس. ولی چون در انتخابات برنده مطلق نبودن، مجبور به دولت ائتلافی شدن و دولت ائتلافی و پارلمانی که باز ائتلافی بود مجال نمیداد هر کاری میخوان بکنن تا قانون اساسی رسید. در قانون اساسی دو تا سه تا مسئله مهم بود. یکی تساوی شهروندان بود، زن و مرد مساوی هم. تمام حقوقی که برای مرد هست برای زن هم هست. و هیچ کدوم از دستاوردهای قبلی ملغا نخواهد شد، از جمله تعدد زوجات مذمومه، همسر باید اجازه بده، زن باید اجازه بده. موند مسئله تکفیر مردم. اسلامی ها یاد گرفته بودن تا با کسی خوششون نمیاد این کافره. همین کاری که در جمهوری ولایت فقیه کردن. شما فهم میکنی حکم قتل زنده یادان فروهرها رو چجوری گرفتن از آیت الله خوشبخت. سعید امامی رفت گفت آقا اگر کسی به عصمت فاطمه زهرا شک بکنه حکم چگو مرتد. اومدن این حکم بالای خبری گذاشتن که کیهان چاپ کرده، همین روزنامه های انصار حزب الله و اینا چاپ کرده بودن. داریوش فروهد رئیس حزب دو نفره ملت ایران در جایی گفته که فاطمه زهرا اسمت نداشت. اون بالا هم این فتوا رو گذاشتن، دادن دست قاتلا، گفتن اینا پاداشتون، برید بکشید، برید آقای علی خالی بید بکشه، آقای موسوی نژاد بفرمه. و این کاری در تونس گفتن تکفیر کردن جرم مجازات سنگینی داره. تو پارلمان دست به یقه شد، یکی از این
نهضتی ها با یک نفر از احزاب سوسیالیست و سکولار. ناسزا دعوا یه دفعه از دهن این پیرو آقای قنوشی، آیت الله قنوشی در رفت که مرد که نامسلمان تو از دین برگشتی مرتدی. تا اینو گفت رئیس پارلمان گوششو گرفت. من در پارلمان اجازه نمیدم این حرفای بی ربط زده بشه، جرم قانونی داره و تصویب شد اون ماده که تکفیر جرم داره. زنانم تساوی، عالی، همه شهروندان مساویان، یعنی اهل ذمه به قول خودشون مسیحیان و یهودیان و بیدینان همه از حقوق مساوی برخوردار میشن. اینم بعدیش. به اعتقاد من آنچه در اونجا اتفاق افتاد میتواند برای کشورهای دیگر الگو باشه. اخوان المسلمین در مصر خیلی هول شدن، گفتن کلک و کندیم و بردیم، فردا مصر رو عبا میندازیم سر خانوما و آقایونم، ریش و قیافه هم همه دنیا برگشته، بزمجوار میان مثل گوسفند دنبال ما را میفتن. خطا کردن، مصر رو نشناختن، جامعه مدنی مصر رو نشناختن، قدرت مطبوعات مصر رو نفهمیدن، نقش تلویزیونی مثل العربیه یا نیل الفضایی اینا رو درک نکردن، چش دوخته بودن به الجزیره که هرچی آقا جونم بگه. پولم که از جانب شیخ می اومد و گفتن همه چی به کام ماست دیگه، چون دیگه تعامل کنیم. رفتن آقای قندیل رو آوردن که شاگرد آقای مرسی بود نخست وزیر، وزراشون از اونا، کشور رو خواستن دگرگون کنن، به قهقرا ببرنش هزار سال، شکست خوردن. کرواتشون کسی رو گول نزد، چون اینجا تارنکبود بسته، اینجا تارنکبود بسته. بازرگان نبودن که به ملتش و به گذشته تاریخی ملتش ببالد. بازرگان ملی بود، یادمون باشه. دلیل اینکه نتونست با آقای خمینی کنار بیادم همین بود، طاقت نداشت. اولا اسم مجلس شورای اسلامی بدش میمد، در خیلی از نطقاش اگه دقت بکنیم میگه ما در این مجلس شورای ملی، حاضر نبود بپذیره، حاضر نبود علامتی رو که برای سیکا مقدسه، خیلی هم من احترام میذارم بهشون، اون علامت رو بره بذاره بالا سرش، بگه آقا این علامت پرچم ماست و اون علامت زیبای پرچم ما شیر و خورشید، که اون همه برای زحمت کشیده شده توی صلیب سرخ بین‌المللی، فقط ما بودیم که علامت ویژه خودمون رو داشتیم. اسرائیل نتونست ستاره داوود رو اونجا بقبولونه، ناچار باید از صلیب سرخ، ما بودیم، هلال احمر بود، یعنی ما مستقل بودیم، شیر و خورشید سرخ، هلال احمر و صلیب سرخ. هیچ کشوری دیگری از این نعمت برخوردار نبود، پرچم به اون زیبایی که آدم افتخار میکرد. تازه اگر مفهوم مذهبی هم براش می‌خواستن بزن خب بود، خیلی جواب می‌نوشتن براش لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی شیر بود و اون شمشیرم ذوالفقارش، اسدالله القالب در خیلی از نوشته ها کتاب ها آمده. ولی آقای خمینی باید اصل خود رو بازگو می‌کرد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. جدی که از کشمیر آمده هیچ اشکالم نداره، من تبعیض نژادی نمیذارم، به همین دلیل معتقدم ما با افغان ها یکی هستیم، با تاجیک ها ما نباید خطی بینمون فاصله باشه، نباید به ملت بزرگ افغانستان ظلم کنیم، کاری که اینا دارن میکنند، تحقیر کنیم، 30 سال در ایران زرج کشیدن جان کندن بیرونشون کنیم. نباید یه جامعه متسامح، جامعه‌ای که با عشق به هم دیگه نگاه میکنه. اما منظورم اینه، به هر حال آقای خمینی جدشون سید احمد کشمیری بود، که قبلا هم صحبت این بود که مذهب سیک ها رو داشتم که بعد مسلمان شدم و آمدن به ایران، علامت هم گذاشتم در دل. نازنینی در سایتش و وبلاگش نوشته به عنوان زهر دشمن،
علیرضا نوری‌زاده لورها نمیفهمن. یکی که از مطلب منو گشته، علیرضا نوری‌زاده مدیر شبکه ایران فردا در برنامه پنجره روبه خانه پدری با شاهد مثال قرار دادن لورها گفت، یاد سخنان کریم خان افتادم که میگفت فکر میکنید من لور هستم و نمیفهمم؟ این ادبیات نوری‌زاده که در بیان توصیف قومیت‌های مختلف از جمله لورها به کار می‌رود، ذهن را بیشتر به این مطلب نزدیک می‌کند که وی به طور نامحسوسی با گروه‌های مختلف تجزیه طلب همکاری می‌کند. آقا جان، زیر باران باید ذهنتو بشوی. من اگر اونجا اشاره کردم به لورها توهین کردم، یا گفتم کریم خان به آخوندا میگفت، میگفت شما نفهمین، شما فکر میکنید من لور هستم و چون لور هستم نمیفهمم، نه من میفهمم. تو رستم و تواریخ مینویسه که کریم خان گفت من از همه شما اینا رو بهتر میدونم. معلومه به لورها افتخار میکنیم، به بختیاری ها افتخار میکنیم. ما شاپور بختیار رو داشتیم، سمسام و سلطنه رو داشتیم، سردار اسعد رو داشتیم، از اونجا شیرعلی مردان رو داشتیم. معلوم افتخار میکنیم. لورها نقش بزرگی در تاریخ ما داشتن، در مبارزه با بیگانگان. من توهین کردم؟ ببینید اینا کیان؟ ملا نقطی هایی که وچتن و سلات رو برمیدارن و تجنب و سلات انتومس و کاراشو میگیرن. لا اله الا الله رو میگن لا اله، گفته لا اله، خدا نیست. فلسفی هم رو منبر میگفت آقا جان کمونیست، کمونیست یعنی کما یعنی خدا، نیست یعنی خدا نیست. عکس مار کشیدن رضایت عوام رو جلب میکنه، کسب میکنه. اما برادر من این درست نیست. اینجوری نگاه نکن و اینجوری نخواب کسی رو تخطئه بکنی که تمام عمرش حقوق برابر برای همه اقوام ایرانی خواسته و همیشه بر این باور بوده که ما به اقواممون ظلم کردیم، ما به پیروان سایر مذاهب ظلم کردیم. چقدر من اینجا هنجره پاره کردم برای کردها، برای بلوچها، برای عربهای ایرانی، برای ترکهای آذری ایرانی، برای همیشه نمیگم بویراحمدیها، قشقاییها، بختیاریها، لورها. آقا من توهین کردم بهشون. بگذاریم. خیلی جالب. آقای رفسنجانی در کنگره ملی حماسه اقتصادی و نقش متخصصان در دولت فرمودن ایران قادر به تأمین کامل امنیت منطقه است. ببخشید آقا جان، شیخ علی اکبر خان اون زمانی که قادر بود قبل از انقلاب بود، دشمن نبود، دوست بود. بحرین به فریاد از دستش نیامده بود، همسایگانمون داد نمی زدن از دستش. اون روزگار فرق می کرد، روزگار دیگری بود. امروز شما عامل عدم استقرار در منطقه هستید. حالا نمیگم آقای هاشمی رفسنجانی، ولی اون رژیم تا زمانی که این بدعت نامبارکه ولایت فقیه در ایران حکم میکنه، نه منطقه استقرار خواهد داشت، نه ملت ایران روی آرامش و سعادت رو خواهند دید. تو همین فیلم ها نگاه میکردم، سعود الفیصل سفری کرده به پاکستان برای پادرمیانی در مورد افغانستان، برای آینده افغانستان بعد از خروج آمریکایی. خیلی جالب در مورد سوریه حرف میزنه، نگاه کنید فیلمشو، در مورد سوریه حرف میزنه و میگه بعضی از قدرت‌های بزرگ که منظورش آمریکاست اظهار نظرهای عجیب غریب و نادرستی کردن در مورد سوریه. چی؟ همه مسئله دعوت کردن جمهوری اسلامی رو به اینکه توی قضیه باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ یه زمانی که ایران و سعودی و کشورهای آسیای خلیج فارس دوستی نزدیک داشتن، ناوگان دریایی ایران در منطقه خلیج فارس حرف اولو میزد. نه ناوگان امریکا اونجا بود، نه انگلیس، نه فرانسه، نه روسیه، نه اسرائیل. اون زمان ما قادر بودیم که امنیت رو در منطقه برقرار کنیم، کما که کردیم. ارتشمون رفت در ظفار، شورشیان کمونیست ماویست رو شکست داد، قابوس رو نجات داد. که عمان امروز نگاه که بهش میکنید، اولا یه جامعه مدنی درست داره ساخته میشه، از این آشوب ها و شورش ها توش خبری نیست، کشور ثروتمندی نیست، نفت خیلی کمی داره،
ولی ساخته شده شون ارکستر سمفونیک عمان، گاهی تلویزیونشون رو میبینم شبای جمعه، جمعه شبها، شب شنبه برنامه داره، فوق العاده است. چه سالونی درست کردن برای اپرا، مردمی که زنان توش از همه این مجتمعات غیر از البته کویت و بحرین جلوتر پیشرفت کردن. کویت خب از ابتدا یه همچی چیزی بود، بحرین هم همینطور. بحرین واقعا سمیر رجب دوست نازنین ما وزیر اطلاع رسانی بحرین، یک نویسنده برجسته، میخوام بگم اینا رو ایران فراهم کرد. اما حالا یه روز میخوای سفیر فلان کشور رو بکشی، یه روز میخوای آشوب بذاری، یه روز جاسوسی تو کویت میکنی، وقت اینجوری آدم نمیتونه امنیت رو در منطقه برقرار کنه. خب من دیگه به پایان حرفا رسیدم، اما حرفا خیلی زیاده، به پایان اون چی هم که گذاشته بودم راجبش حرف بزنم نرسیدم. عیب نداره، بازم با هم صحبت میکنیم. میخوام تنهاتون بذارم پایان برنامه با یک ترانه ای از بهرام رادان، بله، جوان اول سینما ایران. آوازم میخونه همشون، آقای حسینی هم همین کار کرده، دیگران هم همین کار کرده. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. تو رفتی ولی حال و هوات هست، تو نیستی ولی خاطره هات هست، تو بردی ولی یادگارات هست. با داشتن حال و هوات به شوق اون خاطره ها، با دیدن یادگارا، ندیدنت به چشم، نبودنت به لمس، تو رفتنت به حرف، تو اینجا موندگاری، خودت خبر نداری، تو اینجا موندگاری، خودت خبر نداری، تو رفتی ولی حال و هوات هست، تو نیستی ولی خاطره هات هست، تو بردی ولی یادگارات هست. با رفتن تو حتی یه رد پا نمونده، یا که دلم به یاده نخونه. اگه بر نگردی تو منو تنها نذاشتی، اینو بدون که تو خودتو جا گذاشتی، اگه بر نگردی تو منو تنها نذاشتی، اینو بدون که تو خودتو جا گذاشتی. Oh,
نیستی ولی خاطره ها حتما باستی.